بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله لله و صلاة و سلام و علی حبیبنا و مولانا رسول الله و آله و صحبه و من والا سلام و صد سلام به شما خوبان که ما رو همراه می در برنامه خودتون برنامه نابانوران سرزمین فارس امروز می خواهیم از یکی از یکی از قطبه های سرزمین فارس و علم و ادب و دانش و یک فیلسوف نامدار یک متکلم و فقیه بزرگی که صده پنج ایران زمین رو منور کرده بود شخصی که در موردش امام اول معالی جوینی میفرمایند که بحرون مقدق یک دریایی پر از دریای کرم و سخاوت و امام زهبی در وصفیشون می فرمایند از شیخ الامام البحر از و امام دریا حجت الاسلام اعجوبه زمان خودش زین الدین ابو حامد محمد ابن محمد توسی شافعی غزالی صاحب معلفات بسیار بله از شهر مشهد با ما هست امام ابو حامد غزالی امام ابو حامد غزالی فرزند محمد فرزند محمد زاده 405 و وفات 505 هجری قمری یعنی متصوف سده پنجم هجری نامش هم مشهور از به حجت الاسلام ابو حامد غزالی امام ابو حامد غزالی که ابن امام ابن کثیر در وصف ایشون میفرمایند که از باهوشان زمانش خودش بود در هر علمی شاخصه بود و شاگردشون محمد ابن یحیا میفرمایند غزالی شافعی دوم هست امام غزالی قصه بسیار زیبایی دارند در و در تلاش برای علم پدرشون از عرفا بودند انسان فقیری بودند که ریسندگی میکردند واسه همین بهش به پدرشون و به خودشون میگفتند غزالی یا غزالی نسبت به غزل پارچه یا پشمی که پدرشون به سلا ریسندگی که داشتند یه دکانی داشتند و از این طریق امراض معاش میکردند از همین بعضی ها از ایشون به نام ابو حامد الغزالی یعنی کسی که منصوب هست به و غزل و ریسندگی و بعضی هم نه غزالی به این معنا که ایشون از منطقه ای بودند در مشهد و توس و تابران اون منطقه یا روستا رو غزال میگفتند این هم امکانش هست در هر صورت پدر تلاش بسیاری کرد که فرزندانش رو با برخی از عرفا آشنا کنه محمد و احمد دو پسرشون رو و به صلاح در این مسیر در تربیت اونها کوتاهی نکرد اما وقتی که به حال سفر آخرت در پیش افتاد و باید میرفت پسران رو امانت گذاشت با ثروتی که به دست آورده بود همون مالی که داشت پیش یکی از صوفیان آن زمان که تربیت پسران رو به عهده بگیره ایشون هم تلاش خودشون رو انجام دادن اما خب به هر حال وضع اقتصادی خوبی نداشتن اون چندرغازی که هم پدر به جا گذاشته بودون هم تمام شد بعد ایشون به اون فرزندان گفت که هرچی از پدر برای شما مانده در وجه شما به کار بردم من مردی فقیر هستم و از دارایی بی نصیب. اکنون باید برای تحصیل فقه به مدرسه ای بروید تا با آن چه با به عنوان ماهیانه می گیرید نانی به دست آورید که مرا سخت کیسه توهیست همون قزانی میگه که ما رفتیم در مدرسه دنبال نان که خداوند ما رو آورد و ما را به عنوان برای علم قبول کرد رفتیم در پی دنیا خداوند به ما آخرت رو داشت امام غزالی در ابتدای تحصیلاتش در محضر امام جوینی بودند و بعد از امام جوینی مسند تدریس ایشون رو به دست آوردند و بعد از مدتی هم استاد در سی و سال بیشتر نداشتند که به عنوان استاد برجسته دانشگاه نظامیه بغداد انتخاب شدند و ره بغداد پیش گرفتند در سفرهای ایشون یه قصه بسیار جالبی به وقوع پیوست اون زمانها دیگه سفرها چطور بود و امام غزالی هم که اهل علم و کتاب بود و کتاب های زیادی داشت در یکی ای از این سفرها دزدا زدن به قافله قافله رو چاپیدند و در ضمن کتابایی که به باری که دزدیده شد کتابای ابو حامد غزالی ابو حامد هم بی دنبال دزدا که های دزدا معذر از خدا این کتابا درد شما رو نمیخوره همینا رو به من بدید گفتن که آقا چی هست اینو گفت علمم هست که در این نوشتم به اصطلاح چیزایی که آموختم و باید یادداشت میکردم یادداشتهام هست گفت اون دزد هم ظاهرا خیلی عاقل بود نگاهی کرد به این جوون و گفت جوون این چه علمی است که میشه اون رو دزدید از به فکر علمت باش که نکنه یه جایی دیگه باز از دست ما خب ما بت میدیم دیگران که نداندن اون وقت چیکار میکنیم امام غزالی واقعا در این فکر که افتاد که بله واقعا این مرد راست میگه نشست سه سال کامل و تمام اون کتاب هایی که در اختیارش بود اونها رو حفظ کرد تا دیگه کسی توان دزدیدن اونها رو نداشته باشه در مورد تعلیفات امام غزالی خیلی جنجال هاست و واسه اینی که تعداد تعلیفاتی که ایشون منصوب میشه از چار هزار تا هم بیشتره به گونه ای که میگن که اگر تعلیفاتی که به به بیشون نسبت داده میشه اینا رو بگیریم تقسیم کنیم بر روزهای زندگی ایشون برای هر روزی نمیدن چند جزوه تعلق میگیره و این خودش نشان دهنده ای این بود که نام و نشانی که این مرد به جا گذاشته بود اونقدر بزرگ بود که خیلی از افراد به خاطر اینی که یک فکری یک اندیشه ای رو رواج بدند و بها بدند یکی اون رو در کتابی می نوشتند و به امام غزالی نسبت میدادند، و به این صورت به صلاح میخواستند یک فکری یا یک اندیشه ای رو بازاریابی کاراش کنند چیزی که به امام غزالی نسبت دادی میشد در بین مردم از ویژگی خاصی برخوردار میشد و قبولیت خاصی رو کسب میکرد اما خب امام غزالی مدت زمان زیادی رو در تدریس یک تی کردن تقریبا حدود بیش از 44 سال رو در تدریس بودن اما یک اتفاق جالبی برای ایشون اتفاق افتاد که این خود یه مدرسه است در انتقاد و در وارسی خود یک نقد ذاتی یا انتقاد خود خیلی حرفه که ما بشینیم ببینیم واقعا کاری که ما انجام میدیم آیا کار مفیدی هست ما رو به هدف میرسونه خیلی وقتا هست که ما میشینیم سالیان سال تدریس میکنیم چه بعضی از مواد و درسایی رو تدریس میکنیم که اصلا از خودمون نپیپرسیم که حالا اینا رو من تدریس کردیم فایده هم داره ما رو به جایی میرسونه برای دنیا و آخرت ما مفید هست ای کاش که اهل علم در مدارس و جامعات اسلامی و غیر اسلامی و که در جامعه هست همه بیان بشینند و یک وارسی بکنند هر چند گاهی یه وارسی بکنند ببینند که آقا ما چقدر وقت زایی میکنیم برای مثلا تدریس فلان کتاب یا فلان ماده علمی یا فلان چیز حالا این چیزی چته ای تو هست فایده ای داره برای جامعه مفید هست برای دانشجو مفید هست برای دنیاش خوبه برای آخرتش فایده ای داره یا نه ما وقتش رو میگذرونیم چرا؟ چون که آقا این تخصصی هست همینطور یک کسی اومده یه کتابی یه برنامه تحصیلی رو گذاشته و ما هم باید توتیبار در پی اون بریم این درس رو ما از امام غزالی میگیریم که خودشون میفرمودن که من یه وارسی کردم ببینم که آقا من چه کار دارم میکنم؟ بله من دارم تدریس میکنم خب این تدریس هم واسه چیه آیا واسه دنیا من و آخرت من برای شاگردان مفید هست یا نه همینی که شاگرد دور من جمع میشه و یک چیزی معلوم... یک به معلوماتی جدیدی رو کسب میکنه عشق میکنه و احساس لذت میکنه این کافی است خب همه دنبال چیزهای جدید هستن، آموزش‌ها جدید هستن، اصلا شاگرد واسه همینه که بیاد به موزه های جدید رو یاد بگیره. اما یا هر جدیدی مفید هست براش؟ هر چیزی که به صلا من بهش میدم باید مفید باشه یا نه؟ باید یه وارسی بکنیم. اصلا کلی این برای من مفید هست یا من این درس رو میدم فقط به خاطر اینی که نام و نشانی به من بشه که بگن آقا استاد دانشگاه است، آقا نمیدونم. نام نشانش بالا بره و بتونه جایی به صلاح خود نمایی بکنه وقتی گفتم من دیدم که بابا من این کار رو دارم میکنم دیدم که من بر پردگاه جهنم قرار گرفتم و اینجا بود که امام غزالی تصمیم گرفت که از این محیطی که هست دور بشه و کمی به خودش برسه خودش رو تزکیه و تربیت کنه این چیز بسیار مهم است که متاسفانه بسیاری از علما و اندیشمندان و اساتید ما از اون غافل هستند که آقا ما بیاییم خودمون رو وارسی کنیم که آیا واقعا اون کاری که ما میکنیم درست هست آیا این کار ما نتیجه میده آیا این کار ما برای خودمون و برای جامعهمون مفید هست یا نه ما همینطور به صلاح خودمون رو می میکنیم یک سیستمی هست این سیستم میچرخه و ما هم در همین توتیوار داریم می میشیم و یک آسیابی داره میچرخه و همه رو خورد میکنه و میندازه تو قبرستون ما هم همینطور در همین مسیر میریم و میافتیم در قبر و آیا بعد از این به جایی برای جایی هست در آخرت ما جایی رو تونستیم کسب کنیم یا نه امام غزالی از بغداد به بهانه حج تا دیگه جلوش رو نگیرند شاگردا و علما و اندیشمندان و دولت روزگار که این نام بزرگ و این شخصیت بزرگ اینطور دانشگاه رو به همین سادگی ول کنه بره خیلی حرفه این بود که بسرا به به بهانه حج از بغداد بیرون رفت رفت به حج و بعد از حج به فقط در ساختن خودش و در فکر و اندیشه بود برخی میگن که آقا امام غزالی اومد و گوشگیری رو اختیار کرد اگر گوشگیری و اون خانقاه منیشی رو اختیار میکرد خب این همه تعلیفات از کجا سر در آورد پس اینی که امام غزالی اون گوشگیری که انتخاب کرد در واقع فرار از علم و محیط علم و دانش نبود در فرار کرد از محیط صدای جامعه از محیطی که به سرا نامه و القاب‌ها و اینها برای افراد میسازه و وقتشون رو و همتشون رو ضایع میکنه به محیط علم و اندیشه امام غزالی کتاب‌های بسیاری نوشته که لیست کتاب رو که به برخی از پژوهشگران مثل عبدالرحمن بدوی جمع کرده میگن که لیست کتاب ها 4577 کتاب هست که این امکان پذیر نیست که همه این کتاب از امام غزالی باشه ایشون تا یک پژوهش علمی به این نتیجه رسیدند که 72 کتابش ثابت هست که از امام غزالی هست برخی از کتاب‌های دیگه در اونها شک هست که ممکنه باشه ممکنه از ایشون نباشه برخی از کتاب که اصلا امکان نداره از ایشون باشه و برخی از کتاب ها که مثلا رسیدند که بله از فلانی و فلانی هست که به ایشون در طول تاریخ اشتباهن یا قصدن نسبت داده شده از مهمترین کتاب که ایشون داره بلکه شاهکار ایشون کتاب احیاء علوم دین هست کتاب های دیگه ای که به صلاح ایشون دارند و کتاب های ای هست در م... کتابخانه علمی جامعه اسلامی کتاب اقتصاد فل اعتقاد هست امام غزالی بعد از این که خودش به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفه های زمان خودش بود تا جایی که برخی از به شاگردانشون میگفتند که امام غزالی اینقدر فلسفه خورد 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 تا دیگه مسموم شد خواست اون رو در بیاره و استفراغش کرد این فلسفه رو تا جایی که به تونست اما در نهایت نتونست به سرا جان سالم از فلسفه به در بیبره در حال ایشون در فصل فلسفه ماهر بود و تمام ریز و درشتی های اون رو که شناخت اومد و کتاب تهافت فلاسفه رو نوشت که فلاسفه در رد فلسفه و کتاب ها در علم و در علوم مختلف ایشون شاخصه بودند به خصوص فقه و اصول فقه که کتاب المستصفی علم اصول الفقه و المنخول فی علم اصول الفقه و تحذیب الاصول از جمله کتاب هایی هستند در این باب که ایشون تعلیف کردند در اخلاق و در تصوف و در روح عبادت کتاب احیای علوم دین و کیمیای سعادت و زاد آخرت و مکاشات فوت القلوب از بهترین کتاب هایی هستند که ایشون بیادگار گذاشتند دو تا کتابشون به زبان مادریشون نوشته شده است کتاب کیمیای سعادت و کیا... کتاب زاد الاخرت که باز از فارسی به عربی درجمه شده اما بقیه کتاب ها یعنی هفتاد کتاب دیگه که ثابت هست حالا بیشتر هم شاید باشه اینها همش به زبان عربی که زبان علم و اندیشه اون روزگار بود نوشته شده است کتاب کیمیا کیمیای سعادت که در واقع همون خلاصه است شسته رفته از کتاب احیای علوم الدین امام غزالی به زبان فارسی نوشته شده و ایشون به سلام در آخرین سالهای قرن پنجم این کتاب رو به سلام تعلیف کردن و این کتاب رو به چهار جزوه تقسیم کرده به چهار جز یک چهارم اولش در عبادت هست در یک چهارم دومش در داد و ستدها و رابطه با دیگران یک چهارم سومش در اون چیزی که انسان رو به حلاکت میندازه می و از بین میبره و یک چهارم آخرش اون چیزی که انسان رو نجات میده و به صلاح به سعادت میرسونه در رکن اولش ایشون به عبادت ها نماز، تهارت، زکات، حج، روزه، قرآن خوندن و ورد و دعاها اشاره میکنه و اینی که اینها پشت این عبادت چه نهفته است ما از این عبادت میخوایم به چه برسیم هدف از این عبادت چیست یا فلسفه و معانی که در این عبادت نهفته است اونها چی هست در یک چهارمی که در داد و ستد و رفتار با دیگران هست ایشان آداب مختلفی رو بیان میکنند ادب غذا خوردن از تجارت و داد و ستد ادب به اصطلاح فن سخنگویی سفر امر معروف و نهی از منکر نکاح حلال و حرام و به چگونه چگونگی به مدیریت جامعه این مسائل رو بیان می کنند و اینی که در هر به موردی چه مواردی باید مد نظر باشه که این مکتب یا این درس یا این شیوه کار ما رو به خدا برسونه اخلاص و سعادت رو در ما رشد بده و ما کارمون فقط و فقط دیدمون در دنیا باشیم و چشمامون به آخرت نگاه کنه اما در قسمت به صلاح مهلکات یا ربع مهلکات یک چهارم مهلکات ایشون در ریاضت نفس و علاج شهوت شکم و فرش و در درمان شرح سخن و وقتهای زبان و شهوت سخن گفتن در درمان بیماری خشم و حقد و حسد در علاج دوستی دنیا در دوستی مال و آفت بخل در علاج دوستی جاه و حشمت در علاج ریا و نفاق در عبادت و در درمان کبر و عجب و خودخواهی و غروب و غرور و خودفریختگی فریفتگی در این موارد حرف میزنه و اینی که هر یک از اینها چه ضربه ای می میتونه وارد کنه به یک انسان مؤمن و در نهایت این کتاب که به اصطلاح یک چهارم دومش باشه در مورد اون چیزی که انسان رو راهکاری هست برای نجات از به مشکلاتی که برای انسان به وجود میاد و ممکنه انسان رو به محرکه بندازه در مورد توبه در مورد صبر و شکر و شکیبایی در ترس و امید به خدا در فقر و زهد و پارسایی در صدق و اخلاص در محاسبه و مراقبه نفس در تفکر و ندامت در توکل و توحید و در محبت و شوق و در مرگ و احوال آخرت سخن میگه کیمیای سعادت واقعا یک شاهکار تربیتی و اخلاقی است که باید در هر خانه ای باشه و اولیای امور، اساتید و مربیان حتما این کتاب رو در کنار خودشون داشته باشند و مطالعه بکنند تا روح عبادت رو درک کنند و از عبادتشون لذت ببرند و معنا و مفهوم عبادت رو یاد بگیرند میخوایم یک جمله زیبایی از این کتاب رو با هم مرور کنیم تا ببینیم که به ایشون چطور و چه اسلوب زیبایی دارند. در عبارتی زندگی بیپاره عمر و جامعه پین بستهاش را چونین توصیف می کند می گوید اول, اول مرقعدار عمر بود اولین کسی که لباسش به ترقی شده بود و پین زده بود عمر بود که بر جامعه وی, وی چارده پاره بر دوخته بود غزالی میخواهد به زمامداران مسلمان و حکومتیان و مدعیان مسندنشین بگوید که اولین شرط زمامداری و حکومت استفاده از حداقل امکانات هست و اینی که انسان چطور یک قصه زیبایی هم میاره که به صلاح شقیق بلخی عارف مشهور اون زمان نزد هارون رشید اومد و هارون رشید از ایشون به صلاح خواست که منو نصیحت هم کن ایشون گفت که من به خداوند تو رو در جای صدیق اکبر حضرت ابو بکر نهاده تا چون صدیق باشی و تو رو در به جای حضرت فاروق گذاشته تا چون فاروق بین حق و باطل فرق بذاری و تو رو در جای زنورین گذاشته که در شرم و حیا و در کرم و سخاوت مثل عثمان زنورین باشی و تو رو در جای علی مرتضا گذاشته تا از در علم و جود و عدل چون علی باشی این به مکتب غزالی است مکتب تربیتی غزالی است که برای همه اقشار جامعه از مدیریت های کلان جامعه تا افراد زیر دست برای همه شیوه عبادت و شیوه درست زندگی رو بست میده و به نشون میده این یکی ای از بهترین و شاخصترین ستاره های سرزمین فارس امام ابو حامد غزالی مشهدی توسی شافعی است که خودش بیانگر این هست که ما در پی شناخت ستارگان درخشان آسمان سرزمین خودمون باشیم نیاکان علم و اندیشه خودمون رو بشناسیم و سعی کنیم فرزندانمون رو جهدهی کنیم در شناخت اون شخصیت ها و نیاکانمون که باعث افتخار جامعه ما شدند و بتونیم خودمون رو از این باطلاقی که توش افتادیم و ما رو گم کردند و باعث شدند که ما یک جامعی پر بحران داشته باشیم و نتونیم فرزندانمون رو نشون بدیم که هویت اصلی شما چه هست نجات بدیم نجات بدیم خودمون رو از این بیهویتی و سردرگمی و هویت اصلی خودمون که همون منشأش منشأ فرهنگی درست ما قرآن و حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و سیرت آن جناب هست رو در بیاریم و در این مسیر حرکت کنیم تا ما هم بشیم فرزندانمون هم بشند، آخره آینده هم بشن مایه با مایه افتخار برای این سرزمین و برای آیندگان